سریال بتر کال سال بدون شک یکی از سریال‌های دوست داشتنیه که میدونم همتون که طرفدار دنیای بریکینگ بد هستید از دیدن این سریال هم لذت بردید. و این سریال در کنار اینکه داره در مورد خود شخصیت سال صحبت میکنه، میادش با اون حفره‌های خالی که توی سریال بریکینگ بد وجود داره و در موردش وقت نکرده کامل توضیح بده رو اینجا پرش میکنه و باعث میشه که تجربه بهتری از دیدن بریکینگ بد داشته باشیم. و اینجا قراره بریم سراغ 12 تا مورد از این نکته‌ها تا بهتون بگم که چطوری باعث شدش که اون حفره‌های خالی که توی سریال وجود داره رو پرش بکنه. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم، حتما یادت باشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ نکات مهم. اولین نکته که توی سریال بتر کال سال وجود داره اینه که داره روی شخصیت اصلی یعنی سال و اون توسعه شخصیتی و قصه شخصیتی که این کاراکتر داره کار میکنه و میاد در مورد گذشتش کامل به ما توضیح میده، چیزی که توی سریال بریکینگ بد اصلا دیده نمیشه به خاطر اینکه کاراکتری که ما اونجا دیده بودیم کاملا تکبودی بود و از گذشتش اصلا هیچ حرفی نمیزد و یه مقدارم اگه یادتون باشه توی رفتارش حالت ابسوردی داشت و همیشه عذاب وجدان بزرگی داشت نسبت به کارهایی که میخواست انجام بده. حتی شما متوجه میشید که اسم واقعی اونم اصلا سال نیست و از طرف دیگه ای هم رابطه ای هم که اون قبلا با کیم داشترم توی اون سریال اصلا توضیح نمیده و هیچ چیزی رو باز نمیکنه. و اینجا جاییه که ما متوجه میشیم اون کیو جیمی رو خیلی بهتر میشناسیم و میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. اگه دقت کرده باشید توی سریال بریکینگ بد همیشه اون رابطه ای که مایک و گاس با هم دیگه داشتن یه علامت سوالی بودش، به خاطر اینکه ما نمیدونستیم اینا کی با هم دیگه آشنا شدن، چطوری آشنا شدن، داشتن چیکار انجام میدادن. ولی توی این سریال بتر کال سال میادش و نشون میده که مایک و گاس چجوری با هم دیگه آشنا شدن، اون ارتباط اولیه و کار اولیه که با هم میکردن رو نشون میده و بعدش هم میاد اون حالا تشکیل تیم بزرگی که بعداً به وجود میاد و اینکه مایک قدرت میگیره و گاس هم همینطوری توی مسیر جلو میره رو کامل به اون نشون میده. یکی از نکته های مهمی که توی سریال بتر کال سال بهش داره توجه میشه اینه که سال یا بهتر بگیم که جیمی کسی بودش که باعث شدش که والتر بتونه پا بگیره. اگه نگاه بکنی تو کارهایی که اون تو گذشته انجام میده باعث میشه که کلا اون باند هکتورینو کنار برن و مسیر باز میشه برای اومدن والتر. و از طرف دیگه هم اون کسیه که حتی والتر رو به مایک و از طرف دیگه گاس معرفی میکنه و باعث میشه که توی مسیرهای بزرگتری حرکت بکنه. هرچند که از اونجا به بعد دیگه خود والتره که کاراکتر بزرگی مثل گاس که دیگه همه چی رو تحت کنترل داره رو زمین میزنه و قدرت رو دست خودش میگیره. توی فصل ششم بتر کال سال یه جایی هستش که جسی و کیم میرسه و شروع میکنن جلوی دفتر جیمی با هم دیگه صحبت کردن. اونجا یه خط دیالوگی رد میشه که اون خط دیالوگ خیلی مهمه و اونم جاییه که جسی در مورد جیمی میپرسه و کیم برمیگرده میگه اون وکیلی بودش که قبلا کارهای قانونی خوب انجام میدادش. همین یه تیکه جمله باعث میشه که جسی بدونه که کاراکتری رو پیدا کرده که میتونه براش کارهای غیرقانونی رو خیلی خوب انجام بده و باعث آشنایی این شخصیت‌ها با همدیگه میشه. یعنی اگه کیم اون روز اونجا با جیمی دعوا نمی‌کرد، اون حرفو به جسی نمی‌زده، خب شاید هیچ وقت اینا با همدیگه آشنا نمی‌شدن. توی نیمه دوم سریال بتر کال سال دارید متوجه میشید که جیمی همیشه از لالو میترسه و همش داره فرار میکنه و فکر میکنه که اون دنبالش یا دخلشو بیاره. این سوال بزرگی بودش که توی سریال بریکینگ بد وجود داشت که وقتی که اونو گرفته بودم اون میترسید یا لالو گرفته باشه. من اصلا نمیدونستم این کاراکتر کیه، با جیمی چی کار داره، چه گذشته وجود داشت و خب توی این سریال میاد کاملا این قسمت رو بهمون توضیح میده. یکی از قسمت‌های تاریک و دارکی که توی سریال بتر کال سال وجود داشتش در مورد آزمایشگاهی بود که گاس داشت می‌ساخت و اون روند اولیه‌اش و کاراکتر هاواردی که ما دیدیم توی این مجموعه وجود داشت و اتفاقاتی که براش پیش اومد و حالا اون بلایی که جیمی اینا سرش آوردن و آخر سرم کشته شد و مهمتر از همه اینه که تو اون آزمایشگاه اونو دفنش کردن و وقتی که خب مطمئنه با این سکانس روبرو شدید خیلی همه چیز براتون تغییر کرد، چون اون آزمایشگاه جایی بودش که والتر و جسی یه تایمی اونجا کار میکردن و مواد تولید میکنن و اینطوریه که اون آزمایشگاه رو تاریکتر از اون چیزی میکنه که قبلا دیده بودیم.
یکی از صحنه‌های بزرگی که توی سریال بریکینگ بد وجود داره جاییه که حالا والتر میاد میره اون بمبو به صندلی چرخدار هکتور وصل میکنه و اونجایی که حالا گاس میاد و هکتوری که زنگو میزنه اون اتفاقی که اونجا پیش میادش یه نکته مهمی وجود داره. خب ما نمیدونستیم که هدف هکتور برای این که بخواد انتقام بگیره از گاس چیه، میدونستیم فقط حالا با همدیگه کلکر تجاری داشتن و سر اینکه بخوان شهر رو تحت اختیار خودشون داشته باشن با همدیگه درگیر بودن، ولی تو این سریال میادش و این قضیه رو تکمیل میکنه و متوجه میشیم به خاطر اینکه اون لالو رو کشته اون دنبال انتقام گرفتن بود و این بهترین فرصتی بودش که میتونست انتقامش رو بگیره. توی سریال بریکینگ بد جسی یه رفیق داشت اسمش اسکینی بود و خب در مورد زیاد داستان اونجا باز میکنه. توی سریال بتر کارسال هم حتی نمیاد این موضوع رو باز بکنه و بیشتر بهمون نشون بده، ولی ما اینجا یه کاراکتری داشتیم به اسم توکو که دیدید که در ابتدای مسیری هم که بودش نقش منفی بودش که حالا برای اولین بار جلوی سالم قرار میگیره و اتفاقاتی که پیش میادش وقتی که اون میره توی زندان، توی زندانی که با کاراکتری به اسم اسکینی روبرو میشه و اینطوریه که وقتی که اون دو نفر تو زندان با هم دیگه برخورد میکنن اسکینی به جسی میگه، جسی به والتر میگه که برو پیش توکو و اینطوریه که آشنایی اونو شروع میشه و اگه همچین اتفاقی نمیافتاد و اونا تو زندان نمیرفتن بدون شک هیچ وقت قرار نبود که والتر و توکو اینا با هم دیگه اصلا آشنا بشن. یکی از شخصیت‌های مرموزی که توی سریال بریکینگ بد وجود داشت اد بود و اون مغازه جاروبرقی که حالا داشتش رو زیاد در موردش توضیح نمیده توی بریکینگ بد که اصلا چطوری اونو پیدا کردن از کجا اومده، ولی اینجا توی بتر کارسال میاد قضیه رو بازسر میکنه و به ما نشون میده که جیمی کسی بودش که کارت اون از توی دفتر اون دکتر ور میداره و باش تماس میگیره و آشنایی که با همدیگه داشتن و اینطوریه که اون کاراشون رو را میندازه. سریال بتر کارسال به ما اینو نشون میده که بریکینگ بد پایان کار کاراکتر و شخصیتایی که ما میشناسیم نیست. حالا درسته که میتونه پایان ماجرای والتر باشه، حالا اون حدس و گمان و اتفاقاتی که همیشه در موردش وجود داره، تئوریایی که هست و اینجا میادش و تکمیلش میکنه، ولی داستان خود جیمی رو ادامه میده و به اون میگه که توی مسیری که داشته فرار میکنه چه اتفاقاتی براش میفته، چه مشکلاتی رو پشت سر میذاره و چطوریه که دوباره وارد همین چرخه میشه که قبلا هم توش گیر افتاده بود و آخر سرم اون مسیری که براش انتخاب میکنن و اون سکانس پایانی فوق‌العاده‌ای که وجود داره و که وقتی هم که دارید نگاه میکنید و مطمئنن سریال تموم میشه برای چند دقیقه به اون صفحه تاریکی که حالا وجود داره نگاه میکنید. والتر بدون شک یکی از شخصیت‌های بزرگ دنیای سینما به حساب میادش که همه حسابی اونو دوستش دارن و باهاش حال میکنن به خاطر اون روند مسیری که جلو میره و اتفاقاتی که براش پیش میادش، و خب حضورش توی فصل ششم بتر کارسال یکی از نکات مثبتی بودش که اتفاق افتادش. نکته مهم بعدی که وجود داره اینه که بازم تو اون فصل به این موضوع اشاره میشه که سال کسی بودش که باعث شد والتر از اون کاراکتری که عادی بود و ساده بود و معمولی بود تبدیل بشه به اون هایزنبرگ بزرگی که خیلی ازش میترسن. توی اتفاقات و ریتم مسیر داستانی که والتر داشتش چندین نقطه وجود داره که سال به اون کمک میکنه، اونو نجاتش میده و نمیذاره که بکشنش و گیر بیفته و اینطوریه که باعث میشه که توی مسیر جلو بره، اونو با گاس آشنا میکنه. از طرف دیگه خب هکتور اینا رو هم مسیر قبلا خودش خارج کرده بود و درسته که از اونجا به بعد جایی که بالاخره خود والتر هم روی پای خودش اون مسیری که انتخاب میکنه، هوشی که استفاده میکنه، گاسینا رو کنار میزنه و به همه چی میرسه، ولی خب پایه اصلی و کمک‌های اولیه که داشتش جیمی بودش و توی بتر کارسال میاد خیلی در مورد این موضوع بحث میکنه و یه واقعیتیه که باید بهش نگاه بکنیم و کمک‌های جیمی اگه نبودش شاید والتر همون ابتدای مسیر کار خودش گیر میافتاد. یکی از نکات مهمی که حالا توی سریال بتر کارسال وجود داره اینه که گاسی که داره به ما نشون میده با اون کاراکتری که ما توی بریکینگ بد میشناختیم متفاوته. اونجا یه کاراکتر شیطانی و شرور بود، ولی این چیزی که توی بتر کارسال سعی میکنه اون قسمت انسانی این کاراکتر رو بیشتر به ما نشون بده، ما رو بیشتر باهاش آشنا میکنه تا بتونیم یه ارتباط خوبی باهاش برقرار بکنیم که شاید حتی بعضی وقتا یه جایی از داستان هم شما فراموش میکنید که اون توی مسیر آینده خودش چه کارهایی انجام میده و چه اتفاقی براش میفته و سعی میکنید ببینید که توی مسیری که انتخاب کرده و اتفاقاتش میتونه پیروز بشه یا نه. و خب این یه نکته مهمی در مورد گاسه به خاطر اینکه اون همیشه تلاش میکردش که
بیاد یه تجارت سالم و تمیزی رو داشته باشه بدون اینکه بخواد درگیری بزرگی با بقیه بانده و گروه ها داشته باشه. و اینجا هم دیدید که میاد منطقه خودش رو انتخاب میکنه، میذاره مکزیکی توی منطقه خودشون کار بکنه و دنبال اینه که بدون دردسر تجارتش رو انجام بده و یه تجارت پاکی رو داشته باشه. البته پاکی که دارم بهتون میگم یعنی بدون درگیری و خونریزی و اتفاقاتش، من اینا که داشتن مواد جابجا میکردن. البته اینم بهتون بگم که وقتی که اونجا ناچو رو میزانه در و داغون میکنه نشون میده که چه شخصیت شیطانی درونش وجود داره. و اینم 12 تا نکته مهمی بودش که توی سریال بتر کارسال وجود داشت و باعث میشد که تجربه دیدن بریکینگ بد رو بهتر بکنه، اون حفره خالی رو پرش بکنه و ما رو با یه مجموعه بزرگ و یه دنیای عالی از این داستانا روبرو کرد که حسابی هم مطمئنن اگه دیده باشینش از دیدنش لذت بردید. حتما یادتون باشه نظر تئوری دارید داخل کامنت ها بنویسید، لایک و ساب و زنگوله رو حتما فعالش بکنید، اینطوری میتونید محتوای جدید راحت‌تر دسترسی داشته باشید، بیایید توی کانال ویدیوی جدید رو تماشا بکنی و ویدیوی خبرهای آخر و نهایی و تایید شده دنیای گیم آف ترونز و اسمیناف جانستان هم براتون میذارم اینجا، میتونید کلیک بکنید روی این ویدیو بری تماشا بکنید. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیوی بعد. بدرود.